درود بر شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری. انتخابات در جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی همواره مسئله ساز بوده و هر بار از ویژگی خاصی برخوردار بوده که امسال رژیم در تدارک انتخاباتی نظامی امنیتی است. پس از تقلب گستره در انتخابات سال 88 و افشای هرچه بیشتر قانون شکنی و یکتازی ولی فقیه که حتی برنامه‌ای که خود بران سهر گذاشته بود را نادیده گرفت، دیگر هیچ سازمان و انسان باورمند به دموکراسی و حقوق شهروندی را نمیتوان سراغ گرفت که به این حاکمیت و انتخاباتی که به راه میاندازد اعتنایی داشته باشد. کنار گذاشتن موسوی و کروبی از دایره خودی ها با وجودی که به اجرای بیتناظر قانون اساسی، ولایت و همه شروط تبعیت از نظام گردن گذاشته بودند، آخرین ضربه‌ای بود که خامنه‌ای به بقایای مشروعیت خود وارد کرد. مشروعیتی که خامنه‌ای و نیروهای درون کاست حکومتی او می‌توانستند به کمک آن همچنان به توهم پراکنی مشغول باشند و به مانورهای کسالتبار سیاسی مذهبی خود ادامه دهند. در چنین شرایطی است که انتخابات سال آینده برای رژیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که هم می‌خواهد هرچه پرسرصداتر بر طبل توخالی انتخابات در داخل بکوبد و آن را مهم جلوه دهد و هم در صحنه بین‌المللی از این طریق برای خود وجهه‌ای به دست آورد. هنوز رقابت‌های انتخاباتی به جایی نرسیده، خامنه‌ای سخنرانی کرد و علی سعیدی نماینده‌اش در سپاه نیز با تأکید بر اینکه نیروهای نظامی چارچوب و معیارهای انتخابات را تعیین می کنند و مدافعان ایده وحدت ملی امثال رفسنجانی می توانند کمک کنند، نه اینکه شریک باشند، تکلیف همه خودی ها که آزردند ولی بناگاه طرفدار انتخابات آزاد شدند را روشن کرد. انتخابات آزادی در کار نیست، همه چیز در دست سپاه و نیروی نظامی است. 5 ماه پیش از انتخابات هنوز نمیتوان از آنچه پیش خواهد آمد و برنامه ای که خامنه ای و نیروهای نظامی در سر دارند نظر مشخصی داشت، چرا که همه چیز در پشت درهای بسته سرای خلافت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه تعیین میشود و بقیه جامعه ناخودی و نامحرمند. در این حال در سایه دیوار بلند خلافت که محدوده مجاز نظام محسوب میشود، 3 جریان رقیب انتخاباتی تلاش های خود را آغاز کردند. جریان اول، جریان اصولگرای ذوب در ولایت. نمایندگان اصلی آن اسکرولادی، بادامچی و حداد عادلند. دفاع بیچونچرا از ولی فقیه و توجیه بیقانونی ها و تقلبات انتخابات سال 88 متن تبلیغاتی این محافظه‌کاران را تشکیل می دهد. اسکرولادی که از پایه بیشتری در بین بازاریان برخوردار است، سعی می کند اصلاح طلبان را پند اندرز دهد و جلو زیادروی آنها را بگیرد. به شریعت مداری سردبیر کیهان نامه می نویسد و به او می گوید با حسن زن به دیدگاه های هاشمی نگاه کنید. برای توجیه عملکرد نظام به حق دروغ و ریاکاری چنگ می زند. نظام را آنگونه توضیح می دهد که گویا بزرگترین دموکراسی جهان است. او می گوید 240 در کشور داریم که حتی اسمشان هم به گوشتان نخورده است. در واقع هرچه سرسپردگی به رهبر بیشتر، دامنه ریاکاری و دروغ پردازی نیز گسترش پیدا می کند. جریان دوم نیروهای طرفدار احمدی نژادند که با فرصت طلبی و مخشوش کردن صفوف اصلاح طلبان و طرفداران احمدی نژاد تلاش می کنند هرچه بیشتر نیرو بسیج کنند و ابزارشان هم همان دروغ بافی و عوام فریبی است. برای نمونه رحیم مشایی در تبلیغات انتخاباتی در جمع بسیجی ها و اینکه اتخاذ مواضع انحرافی از سوی ایشان علت تشخیص میگوید من خودم از جنس شما بسیجی ها و هیئتی ها هستم، اما از آنجایی که رأی دوم خردادی ها برای نگه داشتن دولت در سالهای آتی لازم بوده، بنا داشتم تا با بیان این نظرات و مواضع به هواداران اصلاح طلبان مخالفان این پیام را انتقال دهم که کارهایی را که خاتمی شعارش را میداد ولی عملی نکرد توسط احمدی نژاد صورت خواهد گرفت. به هر حال
بیان کردن برخی صحبت‌ها و موسازی‌ها از سوی بنده تنها به دلیل جذب هواداران اصلاحات بوده. جریان سوا اما خوشبینانی هستند که تصور می‌کنند راه حل مشکلات را پیدا کردند و خود را موج سوم می‌نامند. اینان هر دو مانیفست اصولگرایی و اصلاح طلبی را اشتباه می‌دانند. یکی از این افراد محمد شریعت مداری عضو سابق جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است که در انتخابات 76 از رئیس شهری حمایت کرده بود و به تازگی کاندیداتوری خود را برای انتخابات اعلام کرده است. او اصلاح طلبانی را که در زندانند اصلاح طلبان تند می‌داند. خارج از این سه جریان تبلیغاتی تلاش‌هایی هم در جریان است تا جلو تلاشی بیشتر اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه گرفته شود. برای نمونه علی مطهری در عین اشاره به حالت استقلال مملکت به رفسنجانی رجوع میکند و از او میخواهد برای ایجاد تعادل در جامعه با نفوذی که روی گروه ها و شخصیت های سیاسی دارد برای ریاست جمهوری کاندید شود که رفسنجانی نمیپذیرد. شاید خوشبینانی چون علی مطهری و محمد شریعت مداری مایل نباشند بر عمق فاجعه تأمل کنند و اینکه ولی مطلقه نیز باید به ساز نیروهای امنیتی نظامی برسد. اگر فرض هم بر این گذاشته شود که انتخابات آزاد به شیوهی که موسوی کروبی یا طرفداران قانون اساسی میخواهند برگزار شود، چه مشکلی را از مشکلات اکثریت ستم دیدگان، بیکاران، گرسنگان و بی آیندگان حل میکند که در اثر تبعیضات جنسیتی، مذهبی، ملی، دگراندیشی و دگرباشی 34 سال از رنج دارند. آن هم در جامعه‌ای که همه ارکان اقتصادی، سیاسی، اجرایی و نظامی در انحصار مشت جنایتکار فاشیست است که ادعای مدیریت جهانی دارد. رهبرشان کاری به کار 73 میلیون جمعیت ندارد و با توسل به خدا و در انتظار امام زمان از زیر بار هر نوع مسئولیتی شانه خالی می‌کند. اجرای قانون اساسی که خود منشأ همه تبعیضات است و برای پست‌های اصلی چون رهبری و ریاست جمهوری فقط رجال را قبول دارد و نیمی از جامعه زنان را کنار گذاشته و از نیم دیگر هم فقط معتقدین به شیوه اثنا عشری را قبول دارد، چرا حل نیست که حتی طرفداران اصلاح طلبی در خارج به آن دخیل بستند و برای مترقی نشان دادن آن دموکراسی هم به آن میچسبانند؟ تبلیغ اصلاحات و دموکراسی در چارچوب نظام کنونی جز خاک پاشیدن به چشمان مردم ستم دیده معنای دیگری ندارد. این بخش از طرفداران دموکراسی و اصلاح طلبان هنوز هم نمیخواهند بپذیرند که تحت نظام تئوکراتیک چه قانونمند باشد، چه مانند وضعیت کنونی کشور ما غیر قانونمند دستیابی به دموکراسی غیر ممکن است. مردم جامعه ما نه با کتابهای دینی بلکه با شرکت مستقیم در مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه و در دست گرفتن سرنوشت خود به دست خود می توانند به جامعه لایک و دموکراتیک برسند و این هم فقط از طریق سرنگونی رژیم ممکن است و برای نیل به آن بیداری و اتحاد اکثریت عظیم جامعه، اتحاد کارگران و زحمتکشان ضروری است، اکثریتی که نیروهای متوهم و مرتجع در آن جایی نخواهد داشت.